قرار بود گروهان شهید بنفشه و همراهی گروهان کمکی غواص از گردان حزب الله به سمت کنج جزیره بوواریان و بر اساس برنامه مشخص شده در محور منطقه علیه سمت راست حرکت کنند. نیروی اطلاعات عملیات لشکر پنج نصر در عملیات کربلای 4 میگوید و همراهانش در موقعیتی گرفتار شده بود که گذشتن از موانع دشمن غیر ممکن بود و خاکریزهای عراقی جدیدترین و پیشرفته ترین خاکریزهای نظامی وقت دنیا بودند که توسط اسرائیلی ها طراحی شده بودند. یزدیان در خاطراتش اشاره کرده که شواهد و اسناد کربلای 4 نشون میده در شب عملیات کسی نتونسته از نهر خیین عبور کنه. یزدیان اون شب رابط گردان سارالله بود و مسئولیت هدایت این گردان را تا نقطه رهایی به عهده داشت. اون ابتدای گردان در خط مقدم شلمچه و ابتدای کانال پرورش ماهی مستقر کرد و سپس خود را به گروهان شهید توکلی رسوند که مأموریتی اصلیش در شب عملیات مربوط به همین گروهان میشد. اون عقب دار گروهان بود و در انتهای ستون نیروها حرکت میکرد. این غواص آزاده میگه بین نیروهای گروهان تنها اون و یکی دیگه از رزمنده‌های واحد اطلاعات دوربین کلاهدار مادون قرمز به سر داشته و هر 20 دقیقه یک بار ستون نیروها را شمارش میکرده. بنا بود گروهان شهید توکلی در محدوده انتهای خط دشمن عمل کند و اگر موفق به تصاحب دژ عراقی‌ها میشد، رزمندگان تیپ المهدی میرسید که بنا بود داخل جزیره ماهی عمل کند. یزدیان میگوید با همراهانش با هر زحمتی شده زیر آتش شدید دشمن موفق شدند خود را به محدوده برسونن. اما فشار متقابل دشمن باعث زمینگیری اونها شد و در لحظه‌ای که دیگر امکان عقب نشینی برای نیروها نبود از طرف قرارگاه اعلام شد نیروها عقب نشینی کنند. اون روایت میکنه اونقدر صدای انفجار گلوله‌های توپ و خمپاره زیاد بود که اگر کنار گوش یکدیگه فریاد می‌زدیم کسی قادر نبود صدایمان را بشنود. ارتباط بی سیم ها با پارازیت دشمن مختل و تماس با مراکز فرماندهی با مشکل مواجه شده بود. با روشن شدن هوا و رسیدن صبح موقعیتی پیش اومد که یزدیان دید اطرافیانش یکی از جا بلند شده و دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا میبرند. این جمع 8 رزمنده بودند که 2 نفرشان مجروح. رزمندگان مختلف حاضر در کربلای 4 که در محورهای مختلف عمل کرده بودند توسط نیروهای عراقی اسیر شده بودند. پس از گردآوری به سمت محوطه‌ای هدایت شدند که خاکریز دایره‌ای بلند بود و شبیه به کاسه ای با ارتفاع ساخته شده بود. یزدیان که در آن مقطع 16 ساله بود با چند اسیر کم سن و سال دیگر از جمع غواصه اسیر جدا و به کناری برده شدند تا برای بهره برداری تبلیغاتی از اون استفاده بود. گفته شود ایران بچه ها را به جبهه میفرستند. سرای باقی مانده در کاسه نیز با ریختن خاک توسط بولدوزرهای دشمن زنده به گور و شهید شدند. یزدیان و دیگر اسرایی که زنده به گور نشده بودند به بصره و مرکز سپاه هفتم عراق منتقل شدند. اون تنها بازمانده حادثه زنده به گور کردن غواصا بود و یکی از افسران عراقی با علم از این ماجرا پنهانی به او گفته بود در این باره چیزی به کسی نگو، در غیر این صورت مرگش حتمی است. اون میگه در شلوغی ها و هیاهوی بازجویی ها سپاه هفتم عراق متوجه شده به جز افسران پشت میز نشسته عراقی باقی بازجویان به زبان فارسی صحبت میکنند. اما دقت بیشتر به این واقعیت وقوف پیدا کرده که اون عده از اعضا سازمان مجاهدین خلق بودن. بخشی از اسرای کربلای 4 که یزدیان هم یکی از اونهاست در پادگان سپاه هفتم ارتش عراق بودن که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق برای بازدید به اون مکان رفت. پس از آن اسرا را در شهر بصره گرداندند و با استقبال شدید مردم خشمگین عراق روبرو شدند که با آب دهان میوه های گندیده و دمپایی و سنگ و چوب از اونها پذیرایی کردند. اما جالبه که یزدیان نیز مانند غلامرضا علیزاده روایت میکنه در آن هیاهو تعدادی زن و مرد رو هم دیده که در گوشه ای ایستاده و به حال زار اسرای ایرانی گریه میکردند. اسرا در زندان الرشید روی زمین سقف سیمانی نشسته و برخاست میکردند. در بخشی از خاطرات محمد رضا یزدان درباره زندگی این زندان به این نکته هم اشاره شده که برخی از اسرا نقش بالش همبندان خود را ایفا میکردند. پس از گرداندن اسرا در بصره اونها را به استخبارات بغداد بردن و پس از ثبت نام و هر 10 نفر آنها را در سلولهایی که برای 1 یا 2 نفر گنجایش داشتند جا دادند. یزدان میگه ضمن اینکه از آب و غذا خبری نبود، مهمترین مسئله ای که اسرا با آن دست به گریبان بودند معضل دستشویی و توالت. حدود 1.5 سال پس از پذیرش قطعنامه و آغاز مذاکرات ایران و عراق صدام حسین به کویت حمله کرد و از این تجاوز تعداد اسیر گرفت. در نتیجه اسیران کویتی به کمپ 18 وارد شده و کنار اسرای ایرانی قرار گرفتند. اوضاع نابسامان عراق و اعزام بیشتر نگهبانان به جبهه نبرد با کویت و همپیمانان غریبهش باعث شد دستی‌ها با مشکل کمبود نیرو مواجه بشن و زندانیان ایرانی را از جمله یزدیان را با عجله به زندان دیگر منتقل کنند.
ماجرای آزادی و رسیدن یزدیان و همراهانش به ایران نیز روایت جالبی داره که مربوط به 20 شهریور 69 است. در حالی که بحث تبادل اسرا لغو شده و اتوبوس حاوی آنها در حال دور زدن و دور شدن از مرز ایران بود، اسرا با زد و خورد با نگهبانان پرداخته و ضمن خلع سلاح اونها خود را به دستهای دراز شده نیروهای سپاه پاسداران رسانده و با کمک اونها وارد ایران میشن.